دوستان با سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو درس هفتم رو داریم، فعل نیستن رو بهتون یاد میدم. این فعل برخلاف فعلای دیگه که راحت میشه منفیشون کرد، اینجوری نیستش. یعنی ما منفی فعل هستن رو نداریم، کلن یه فعل دیگه ای داریم برای اینکه بگیم یه چیزی یه طوری نیستش. ولی خب این نیست، فعل نیستن به معنای یک صفتی رو نداشتن و یا یک موقعیت خاصی رو نداشتن هستش. یعنی بگیم فلان چیز فلان طور نیست، و اینجوریه که حالت منفی هستن نیستش. اونم گفتم. قبل اینکه ادامه بدم خواستم بگم که حتما یه قلم و کاغذی آماده بکنید که یادداشتاتون رو بردارید که دوباره خواستید مرور بکنید، از یادداشتاتون مرور بکنید اگر در ایران هستید. اگر در ترکیه هستید که هر چقدر دلتون خواست میتونید ویدیو رو نگاه بکنید. با دو سه بار نگاه کردن خیلی خوب توی ذهنتون جا میفته. ولی خب یادداشت برداشتن هم بهتون خیلی کمک خواهد کرد. از طرف دیگه برای اینکه از ویدیوها مطلع بشید، بعد سابسکرایب دکمه زنگوله رو بزنید، چون که من ممکنه پشت سر هم ویدیو بذارم و یا ممکنه یه ماه دو ماه اصلا ویدیو نذارم و بعد یه مدت که ویدیو میذارم خدمتتون نوتیفیکیشن بیاد، اطلاع داشته باشید که چطوری پیش میره و بتونید ویدیوها رو دنبال بکنید. هر سوالی داشتیدم زیر ویدیو کامنت بذارید، من خدمتتون جواب میدم. و در ضمن لینک فیسبوکم رو که مربوط به آموزش هستش در کانالم زیر تصویر گذاشتم. اگر خواستید از اونجا هم میتونید با من تماس بگیرید. کلاس های آنلاین هم دارم، اگر خواستید میتونید درخواست کلاس آنلاین هم بدید. بسیار خوب، خب بریم ببینیم چیکار میکنیم. دیل، این فعلمون فعل نیستن هستش. وقتی میگیم دیل یعنی یه چیزی فلان طوری که فرضاً باید باشه نیست. در بعضی از لهجه ها این کلمه رو دگیل هم تلفظ میکنن. اینه که شهرهای مختلف اگر رفتین خیلی کم پیش میاد، ولی خب تو قسمت های جنوب ترکیه و شرق ترکیه ممکنه حالت دگیل هم بشنوید. مثلا از پیر مرد و پیر زن رو بشنوید، این که تعجب نکنید، به این صورت هستش. خب همونطور که گفتم بعضیاتون با یوک آشنایی دارید. وقتی میگیم یوک مثلا یه چیزی نیستش، بخوایم بگیم یوک، منظورمون این که وجود نداره، موجود نیستش. خب ولی وقتی میگیم دیل، همونطور که قبلا هم گفتم، مثلا میگیم فلانی خوب نیستش یا و یا اینجا قشنگ نیست، نمیدونم این با کیفیت نیست، یا این اونطوری که من میخوام نیست. دیل برای صفات استفاده میشه، یعنی فعل اسنادی هستش. ولی یوک برای وجود نداشتن استفاده میشه. این قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص کردم حالت شناسه ما رو دارن و مشخص میکنن که این فعل مربوط به چه فاعلیه. و کنار فعل دیل اینها رو داریم و به این شکل صرف میشه. فعل دیل اینجا یومشا گه
به صورت غ تلفظ نمیشه، خیلی راحت میتونید به شکل یه تلفظ بکنید. خیلی جا هستش که یموشا گ مثل حرف یه تلفظ میشه، این هم یکی از اونهاست. خیلی راحت میتونید بگید دیل، یعنی نمیگن دقیل، میگن دیل. خب بخونم اینا رو. بن دیلم، یعنی من نیستم. سن دیلسن، تو نیستی. او بو دیلدیر و یا دیل. اینجا که میبینید به رنگ سبز مشخص کردم، قبلا هم تو فعل هستن گفتم در حالت سوم شخص ماوس کجا، در حالت سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع، همونطور که میبینید پسوندها، پسوند فعل بودن و یا نبودن استفاده نمیشه، معمولا نمیگن، یعنی در 90% مواقع نمیگن. ولی خب ممکنه در متون رسمی و یا اخبار و اینجور چیزا ببینید. در هر دو صورت درست هستش، ولی معمولش اینه که این پسوند استفاده نمیشه. خب او بو شو دیل، یعنی او نیست و یا آن نیست و یا این نیست. بیز دیلیز، بیز دیلیز، یعنی ما نیستیم. سیز دیلسینیز، سیز دیلسینیز، یعنی شما نیستید. اونلار دیلر، اونلار دیل، در هر دو صورت هم درست هستش، ولی خب دیل بدون پسوند لر بیشتر متداول هستش، یعنی آنها نیستند. مثال زدم جمله های مختلف رو، همین جمله ها رو تو حالت روزمره هم میتونید استفاده کنید. میخونم جمله ها رو، هر کدوم رو دوبار میخونم، یه معنیش جلوش هستش، خودتون متوجه میشید. Ben yorgun değilim. Ben yorgun değilim. Ben yorgun değilim. Sen hasta değilsin. Sen hasta değilsin. Sen hasta değilsin. خب دیل هستش، اما وقتی سریع تر میگیم دیل هم میشه، مثلا تو لهجه استانبول دیل زیاد استفاده میکنن، ولی دیل نوشته میشه و اصلش دیله. اینم بدونی اگر دیل شنیدین انگاری مثلا د ای ای ل نوشته شده باشه، اونجوری هم تلفظ میشه. او شو بو اویله دیل. O, şu, bu, öyle değil. Biz aç değiliz. Biz aç değiliz. Biz aç değiliz. Siz buralı değilsiniz. Bura yani inca, buralı yani ahle inca. Siz buralı değilsiniz. Siz buralı değilsiniz. Eğer bakayım ben ahle inca nistem ro begem. Begem çi nistem istifade mi konam. Begem ben buralı değilim. Onlar zengin değil. Onlar zengin değil. Onlar zengin değil. خب یه سری مثال دیگه هم. Ben Türk değilim. Ben
Türk değilim. Ben Türk değilim. Sen iyi değilsin. Sen iyi değilsin. Sen iyi değilsin. O şu bu benim değildir. O şu bu benim değildir. O benim değil. Biz rahat değiliz. Biz rahat değiliz. Biz rahat değiliz. Siz muhtaç değilsiniz. Siz muhtaç değilsiniz. Siz muhtaç değilsiniz. Onlar kaliteli değiller. Onlar kaliteli değil. Onlar kaliteli değil. دوستان همونجور که دیدید این جمله ها رو یادداشت بکنید، دونه دونه بخونید، هر متن ترکی رو که دارید یواش یواش بخونید، بعد تمرین بکنید که سریع بخونید. اینجوری وقتی مردم حالت نرمال صحبت میکنن شما هم میفهمید که زیاد صحبت زیاد سریع صحبت نمیکنن، همون سرعت عادی خودشون هستش. خب دوستان، امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر لایک بکنید من خیلی خوشحال میشم. خیلی لطف میکنید اگر لایک بکنید. هر کسی دیگه هم که به این ویدیو احتیاج داشت این ویدیو رو باهاش شیر بکنید. یادداشتتون یادتون نره. موفق باشید.